درود بر شما. 23 فروردین ماه 1398 خورشیدی و 11 آوریل 2019 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به اقدام فعلی آمریکا علیه سپاه، معرفی سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریست. پرده آخرم توپ سر جاش، تقدیمی این هفته به مسئولان جمهوری اسلامی. هست و نیست این خونه بوده، خونه که رفته همینه ماسین هم رفته، خونه هم رفته، مغازه هم رفته، هیچی ندارم، نه کمک میخوام، نه لباس میخوام، نه خزا میخوام، هیچی نمیخوام، نه وام میخوام، خونه همو فقط اون برام، خونه همو درست کنه برام، یه سکونه هتی به اون بده، یک کاری برام کنه. با خادی ما نمیتونیم چکار کنیم با این خونه ها؟ توی چادر هست؟ توی چادریم، الان چادر شخصی، یکی مثل خودت هم دارد. تحصفکار واسه دولت که با یگان امداد و ویژه و سپاه و ارتش و همه زورش به یه چادر نمیرسه برسه به دست من که زن و بچه هم لاغت توی سایش بشین. واقعا متاسفم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 19 فروردین 98 رسما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو که شامل نیروی قدس سپاه هم می شود در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی گذاشت. وزیر خارجه آمریکا مایک پومپئو میگه که این تصمیم و اعلان از 26 فروردین یعنی دوشنبه همین هفته به اجرا گذاشته میشه. یعنی از دوشنبه عضویت در سپاه پاسداران عضویت در یک سازمان تروریست است از نظر آمریکا. تو فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی تا امروز 67 سازمان تروریستی اند، از القاعده و داعش تا حزب الله لبنان، حماس، بوکو حرام و امثال هم. ولی این اولین باره که یک نیروی نظامی حکومتی تحریم میشه. درگیری با این نیروی تروریست یعنی درگیری مستقیم با حکومت. این در مورد هیچ کدوم از سازمان‌های دیگه در فهرست سازمان‌های تروریستی که اشاره کردم صدق نمی‌کنه. مثلا درگیری با القاعده درگیری با هیچ حکومتی نیست. بقیه گروه‌های اون فهرست تروریستی به همین صورتن، بجز سپاه. تازه سپاه یک نیروی صرفا نظامی هم نیست، یه طرف بخش مهمی از اقتصاد کشور دستشه، از یه طرف بازوی نظامی و سیاسی رهبره که حالا تا اونجایی که بشه در برنامه توضیح خواهم داد این هفته و البته هفته های بعد، و از یه طرف در زمینه های هنری، فرهنگی و اینا هم وارد میشه، مثل وزارت اطلاعات که باز خودش تهیه کننده و کارگردان و بازیگر داره و اینا، باز خودش سپاه هم سازمان هنری اوج رو داره. یعنی سعی کرده در تمام زمینه های نظامی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، هنری تسلط داشته باشه، کنترل داشته باشه. به هر حال این موضوع چنان که عرض کردم دامنه وسیعی داره، به زندگی روزمره مردم و همینطور آینده مردم ایران وابسته است و حتما باید دقیق و پیوسته بهش بپردازیم در ابعاد اقتصادی، سیاسی، نظامی، پلیسی، فرهنگی، هنری و از همه شاید مهمتر تروریسم. اساساً موضوعی که باعث شده آمریکا سپاه رو یک نیروی تروریست بشناسه. یک روز بعد از اینکه آمریکا سپاه رو تروریست معرفی کرد، در واکنش شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اعلام کرد سنتکام یا ستاد فرماندهی کل نیروهای ارتش آمریکا در خاورمیانه، شرق آفریقا و آسیای مرکزی یک نیروی تروریست. سنتکام در سالهای گذشته جنگ خلیج فارس، جنگ افغانستان و جنگ عراق رو فرماندهی کرده. سپاه پاسداران 40 ساله که به فرمان خمینی تشکیل شده، دست کم 27 ساله که فعالیت اقتصادی و کارفرمایی داره در ایران و بیش از 20 ساله که نیروی قدسش رو با فرماندهی قاسم سلیمانی تشکیل داده برای فعالیت‌های برون مرزی و 7 ساله که همین نیروی قدس سپاه مورد تحریم آمریکا و اتحادیه اروپا است. حالا همین نیروی قدس که بخشی از سپاهه به همراه سپاه یک نیروی تروریستی است از نظر آمریکا. این چه پیامدهایی برای دو کشور و برای منطقه داره؟ جنگ در راهه،
دامنه تهدیدها تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه؟ جمهوری اسلامی اصلا امکان عقب نشینی داره با توجه به اینکه مقابله با آمریکا بخشی از هویتشه؟ اینا همه سوالای کلیدی است. به هر حال یک کتابی در آمریکا منتشر شد 6 ماه پیش حدوداً با عنوان افزایش تنش سپاه پاسداران یا تنش فزاینده سپاه پاسداران با عنوان فرعی سپاه پاسداران ایران و جنگ‌ها در خاورمیانه. کتاب مهمی است، حاصل تجربه‌های نویسنده است. در واقع نویسنده این کتاب آقای نادر اسکویی، پژوهشگر ارشد شورای آتلانتیک هستن، الان پژوهشگری در آمریکا که رو موضوع امنیت بین المللی کار میکنه. آقای نادر اسکویی بیش از 10 سال مشاور سیاسی وزارت دفاع آمریکا بودن با تمرکز بر ایران و شبه نظامیان شیعه در منطقه. 3 سال هم به عنوان مشاور ارشد سیاسی نیروهای ویژه آمریکا در افغانستان بودن. در خدمت آقای نادر اسکویی هستیم. خیلی خوشحالم. خوش آمدید به برنامه صفحه آخر آقای اسکویی عزیز. ببینید، قبل از هر چیزی یک اشل یا بگم یک الگوی روشنی بدیم مختصر. دلایلی که باعث شده است آمریکا سپاه پاسداران رو تروریست بدونه چیا هستن؟ دلایلی که در واقع مشروعیت میده به این تروریست نامیدن سپاه در آمریکا. یکیش پیامی است که خواسته دولت آمریکا به دنیا بده، و اون پیام هم این هست که فقط دولت ایران نیست که حامی تروریسمه، بلکه سپاه فعالانه در عملیات تروریستی درگیر هست و فعالانه ترویج میکنه تروریسم رو در منطقه و فعالانه لحاظ مالی حمایت میکنه گروه های تروریستی رو در سراسر منطقه. این خب پیام خیلی خیلی سختیه برای قبول کردن دولت ایران که این پیام داده میشه، ولی این پیام داده میشه که بتونه که دولت آمریکا بتونه حمایت دوستان خودش، حمایت کشورهای اروپایی اینا رو داشته باشه با این پیام و افکار عمومی رو. از طرف دیگه مسائل حقوقی هم هست، چون با اضافه کردن سپاه به این لیست به طور مشخص در حقیقت دولت آمریکا داره میگه که هر فردی یا هر شرکتی یا هر به هر حال واحدی که با سپاه کار بکنه و با سپاه همکاری بکنه و بدونه که داره با این سپاه و سازمانهای زیر مجموعه سپاه همکاری میکنه، این جرم خواهد بود و جرم جنایی خواهد بود، نه جرم مدنی. جرمهای جنایی در آمریکا زندان دارند به دنبالش، و خب این مسئله رو برای حتی برای دوستان ایران سخت‌تر میکنه. حتی کشورهایی مثل لبنان و عراق، حتی اگه دولت‌های لبنان و عراق هم بخوان با ایران نزدیک کار بکنن، فکر نمی‌کنم بانک‌های شرکت‌های عراقی یا بانک‌های شرکت‌های لبنانی بخوان که مهر همکاری با تروریسم بهشون بخوره که در حقیقت پایان کارشونه. اینها دو به نظر میاد و دلیل اصلی است که امریکا این قدم خیلی مهم رو برداشته، چون کار آسونی نیست که یک بدون مطالعه دقیق و اینا نمیتونه انجام بشه که یک در حقیقت ارتش یک کشور رو بخشش رو به عنوان سازمان تروریستی آدم بتونه بخونه. و زمانش هم زمان خوب، زمان درستیه براشون از دید آمریکا. دوران پسا داعش شکست خورده تو منطقه، نیروها در حقیقت جنبش‌های تندروی سنی‌گرا در منطقه شکست خوردند با شکست داعش، و الان نیروهای نیابتی سپاه، نیروهای نیابتی قدس، نیروی قدس، در حقیقت گروه‌های شیعه تندرو در منطقه تبدیل شدند به خطر درجه یک برای منافع آمریکا، برای منافع متحدین آمریکا و برای منافع پرسنل و تأسیسات آمریکا در منطقه. زمانش هم به این زمانه. خب این در واقع نتایجی است که آمریکا از تروریست نامیدن سپاه پاسداران دنبالشه. سپاه پاسداران چه کرده که آمریکا میگه تروریستی تو؟ سوال مشخص همین. بیش از این که سپاه پاسداران معنی عام چه کرده، در حقیقت گروه برون مرزیه، شاخه برون مرزی سپاه پاسداران، نیروی قدس چه کرده که امریکا رو امروز میکشونه به اونجا که بخواد
کل سپاه رو در لیست تروریستی قرار بده. از گروه های نیابتی شروع بکنیم. گروه های نیابتی نیروی قدس در سراسر خاورمیانه فعالیت دارند. گروه های شیعه تندروی هر کشوری هستند که در سراسر در کشورهای مختلف خاورمیانه فعالیت دارند. سردار جعفری به تازگی گفتند هفته پیش در حقیقت که تعداد جوانای شیعه ای که توسط نیروی قدس بسیج شدند تعلیم دیدند، بعضی هاشون بارها و بارها به ایران فرستاده شدند که تعلیمات نظامی و ایدئولوژیک ببینند و از نیروی قدس اونها را از لحاظ مالی حمایت میکنه، بیش از 200,000 نفره. این نقل قول سردار جعفری هست هفته پیش. معلوم نیست چقدر درست باشه. حداقل در کتاب خالی بندی های سپاه به ویژه و مسئولان جمهوری اسلامی عادت شده است، مسلمه، ولی در حداقل در جبهه های مهم سوریه که نیروی قدس فرماندهی این نیروهای نیابتی رو برای حفظ اسد و برای جنگ با اپوزیسیون سوریه مثلا در جبهه حلب که مهمترین جبهه جنگ سوریه بود، 50,000 نفر نیروهای نیابتی زیر فرماندهی نیروی قدس که افسرهای خودش رو هم داشت که رهبری میکرد فعالیت اونها رو، 50,000 نفر بسیج شده بودن. اگه 50,000 نفر در یک جبهه بسیج بشن، 200,000 نفر ممکنه اغراق باشه، ولی اغراق عجیب غریبی نیست. به هر حال تعداد وسیعی این نیروها بسیج شدن الان و در این به این معنی نیست که این نیروها پریروز دیروز بسیج شدن، مدتی بسیج شدن نیروها، ولی این اخیر هست که نیروهای سنی شکست خوردن و الان خطر جدی که منطقه را تبدیل میکنه و صلح آرامش منطقه تبدیل میکنه از دید آمریکا این نیروهای نیابتی هن. علاوه بر اون یعنی شبه نظامیان شیعه، شبه نظامیان شیعه که زیر سپاه، زیر نیروی قدس، فرمانده نیروی قدس عمل میکنند. و خب این الان شده الان این دوره به هر حال این هست که دوره نوینی از منطقه خاورمیانه است. این استراتژی است که آمریکا در پیش گرفته. چه کرده سپاه که به عنوان یک گروه تروریست شناخته میشه؟ خیلی کارا. خب طبیعتاً در سوریه شروع بکنیم. در سوریه از دید آمریکا هدف این بود که بتونه با زدن داعش شرایطی رو به وجود بیاره که طرفین بتونن به گرد هم جمع بشن، شاید راه حل سیاسی برای مسئله پیدا بکنن. نیروی قدس و نیروهای نیابتی وابسته به اون کاملا بدون استثناء و تمام در طول 7-8 سال جنگ با سوریه به دنبال راه حل نظامی برای مسئله سوریه بودن و این خب مشکل ایجاد میکرد برای امریکا، در مقابل اون قرار میگرفت. در عراق نیروهای قدس در همین اواخر حتی حمله، نیروهای نیابتی وابسته به نیروی قدس حمله کردن به کنسولگری بغداد، در ببخشید کنسولگری بصره، و حمله کردن به سفارت آمریکا در بغداد. خب موشک‌ها به جایی نتونست صدمه وارد بیاره ولی میتونست به وجود بیاره. در یمن نیروهای نیابتی نزدیک به نیروی قدس روزانه مشکلات برای نه فقط آمریکا بلکه متحدین آمریکا من جمله عربستان به وجود آوردن با شلیک کردن موشک‌های بالستیکی به سمت عربستان یا حتی شلیک کردن موشک‌های ضد کشتی که از نیروی قدس گرفتن و تربیت شدن که چگونه از اون استفاده بکنن به سمت کشتی‌هایی که از باب مندب، از تنگه مندب عبور می‌کنن و این کشتی‌ها کشتی‌های متحدین آمریکا و کشتی‌های آمریکا هستند و مسائل گوناگون مانند این فراوان هست که میتونم بگم. آقای اسکوی، من فکر می‌کنم این مفهوم تروریسم و گروه‌های تروریستی مقدار با تحولات جهانی منطقه‌ای به ویژه و نظامی تغییر کرده، به این معنی که فرض بفرمایید درک ما از تروریسم یا گروه‌های تروریستی یا ترورها فرض بفرمایید درباره همین نیروی قدس سپاه و اصولا سپاه پاسداران در پیوند با ایران این بود که خب مخالفان منتقدان ایرانی رو در ایران و در خارج از کشور به ویژه وقتی درباره نیروی قدس صحبت میکنین ترور کردن و آماری که داده میشه بیش از 170-180 نفر هستن که در خارج از کشور ترور شدن. اینها رو ما میگیم به عنوان سلول‌های تروریستی که سپاه آموزش میده در خارج از کشور میان عمل میکنن و داخل کشورم که وزارت اطلاعات و سپاه، خب اینا عملیات تروریستی است، در واقع ترور دولتی است، ترور حکومتی است. ولی اون توضیحی که شما فرمودین درباره در واقع
درگیری های حکومت هاست با هم دیگه، یعنی جنگ نیابتی، شاید گروه های نیابتی رو بشود گفت اصلا اینها گروه های تروریستی هستند. آیا میشه چون این تعبیری داشت؟ چون این گروه های نیابتی اولا شبه نظامی هستند و میشود گفت که همشون مزدورن به این دلیل که پول میگیرن از حکومتی و برای اون میجنگن، حالا افغان باشن یا گروه فاطمیون باشن یا هشت و شعبی باشن یا هر کدوم از این گروه ها باشن، یا گروه های مزدور تروریست هستن. و در کنار اینها در واقع یک جنگ نظامی کلاسیک هم انجام نمیشه. ارتش های دو کشور در دو کشور اصلی نیستن که درگیر میشن. آیا میشود اصولا گروه های نیابتی رو به عنوان گروه های تروریست، حالا در یک مفهوم، من کاری ندارم آمریکا میشناسه یا نمیشناسه، رده بندی کرد؟ اگر چنین باشه، خب تمام گروه هایی که زیر نظر سپاه پاسداران دارن جنگ نیابتی میکنن علیه هر کشور دیگری، آمریکا یا هر کشور، خب گروه های تروریست. سوال بسیار مهمیه. وستگی به این داره که این گروه های نیابتی چه اقداماتی میکنن، آیا دست به اقدامات تروریستی زدن و میزنن یا نه، و آیا سازماندهی شدن برای دست دادن به اقدامات تروریستی، و اگر این کار شده باشه، خب طبیعتا این نیروها میتونیم به لقب تروریست یا لیبر تروریست بهشون بزنیم. مثلا یه خورده برگردیم به گذشته، نیروهای نیابتی که در عراق بودن، بزرگترین کشتاری که نیروهای وابسته به ایران در عراق انجام دادن نیروهای آمریکا بود. این در جنگ‌های کلاسیک نبود که بگین اینها نیروی قدس بوده در رابطه با جنگ با نیروهای آمریکایی، 608 نفر آمریکایی کشته شدن. اینها بمب در کنار جاده می‌ذاشتن که وقتی که ماشین‌های آمریکایی یا ماشین های نظامی آمریکا اینجا رد بشه منفجر بشه و اینها کشته بشن. خیلی از این کشته ها در اون زمینه بود. اون اقدام اقدام تروریستی، اقدام جنگی نیست که شما این کارو بکنین، بمبو بذارین برین کنار که یا اینکه با مثلا در فرودگاه بیروت با گروه نیابتی با کامیون های پر از بمب برن جلوی مقر نیروهای آمریکایی در فرودگاه بیروت در گذشته یه خورده دورتر و 240 انفجار به وجود بیارن، 240 نفر آمریکایی رو اونجا بکشن، یا کاری که در عربستان کردن با انفجار خوابگاه خوبار که 17 یا 19 نفر آمریکایی در اونجا کشته شده، 300 خورده نفر مجروح شدن. این کارها کارهای دولتی نیست، این کارها کارهای تروریستیه. کاری که مثلا هوتی ها در یمن میکنن، پرتاب کردن موشک بالستیکی که دقیقم نمیتونه اونجایی که بخواد لزوما دقیق بزنه چون تکنولوژی رو ندارن، به سمت فرودگاه ریاض، این یک حرکت تروریستیه. این جنگ بین دولت یمن و جنگ بین دولت عربستان نیست، چون اگر این موشک به فرودگاه خدای نکرده خورده بود، هزارها هزار نفر کشته می شدن از همه کشورها که مردم، همه شهروندان همه جا که در اون جد بودن. یا فرستادن یک موشک ضد کشتی که از ایران می گیره به سمت برای زدن کشتی هایی در اونجا رد می شند. این جنگ کلاسیک دریایی بین دو نیروی دریایی نیست. این یک بیشتر حالتهای شاید تروریسم یعنی کلاسیکی که ما میگیم که فقط ترور افراد باشه نیست، ولی حتی اون تروریسم هم ادامه داده شده. همین یک سال اخیر دقت بکنین، دولت فرانسه و دولت آلمان اعلام کردن که یک بمب میخواستن بذارن در یک جمع‌آوری سازمان مجاهدین که حدود 3-4000 نفر من جمله یک سری شخصیت‌های آمریکایی کشته بشن. دولت دانمارک اعلام کرده که دستگیر کرده افراد رو برای ترور، به جرم ترور، و متأسفانه در دولت هلند اعلام کرده که این متأسفانه نتونسته جلوشون رو بگیره و این ترورها انجام شده. اینها رو در همین یک سال اخیر داریم میگیم، صحبت گذشته دور نیست، و این همون داستان کلاسیک تروریسم هستن که اساساً سازمانی که تمام اینها رو زیر نظر در خارج از مرزها داره نیروی قدس، حتی اگر وزارت اطلاعات این کار کرده باشه. بله، عمدتا سپاهی هن اصلا افرادی که درگیره، اصلا ایجنسی که به گردش رهبرش انجام میشن نیروی قدس هست. بله. خب ببینید، وزیر خارجه آمریکا چهارشنبه پیش در حاشیه جلسه سنای آمریکا گفت که
جمهوری اسلامی ایران با القاعده ارتباط دارد. توی گفتگوی تلویزیونی هم با فاکس نیوز گفت که قاسم سلیمانی و ابوبکر بغدادی، رهبر داعش که البته هنوز معلوم نیست زنده است یا مرده، به هر حال قاسم سلیمانی و ابوبکر بغدادی هر دو تروریستن، یعنی این دوتا رو میذاره کنار هم. ما چگونگی برخورد آمریکا رو با القاعده و با داعش در چارچوب جنگ با تروریسم دیدیم و سوالم این است آقای اسکوئی که آیا برخورد با سپاه هم در همین مسیر و همین چارچوبه؟ متأسفانه اینطور به نظر میاد، حداقل تا اونجایی که مربوط به این نوع موضع‌گیری هاست، چون تنش رو خیلی بالا میبره این موضع‌گیری ها. ولی به هر حال اگر واقعیت این باشه که آمریکا اعتقاد داشته باشه که نیروهای نیابتی ایران زیر فرماندهی نیروی قدس و مشخص زیر فرماندهی سلیمانی اکنون بزرگترین خطر منطقه هستن، پس از شکست داعش، شکست اساسی داعش که اساسی القاعده، گوین که شکست کامل نمی کنن ولی به هر حال اون نیروی قبلی رو ندارن، الان اینا نیروی اصلی، خطر اصلی منطقه هستن، اون وقت میتونم بفهمم که چرا سلیمانی رو با بغدادی بتونه موازی هم مساوی هم قرار بده، چون اون خطر رو الان در سالهای آتی نه از جانب گروه‌های تروریستی سنی گرا بلکه از جانب گروه‌های شیعه گرا می‌بینه، گروه‌های تندروی شیعه گرا داره می‌بینه. خب حالا من سوال سربسته کردم، شما جواب سربسته دادین، من دیگه نمی‌خوام جزئیات چه بهش گفتم، شاید در ادامه صحبت باز نمی‌دونم بتونیم به بخش‌هایی از این بپردازیم، ولی یک نکته هست. ببینید از دوشنبه که اعلام شد، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که سپاه پاسداران تروریسته، تا امروز هیچ جا اسمی از محمد علی جعفری فرمانده سپاه نیست، اون فرمانده سپاه، همه جا اسم قاسم سلیمانی یکی از پنج نیروی اصلی سپاه، یعنی نیروی قدس سپاهه. چرا؟ اگه قرار بود نیروی قدس فقط تروریست شناخته بشه، خب میگفتن نیروی قدس تروریسته، اینها تحریم بودن، نیروی قدس تحریم بود ولی به اونها تروریست شناخته نمیشد در فهرست گروه های تروریستی. بفرمایید. خواهش. به هر حال نیروی قدس از سپاه که نمیشه جدا کرد، نیروی قدس بخشی از سپاهه، گوین که اللحاظ در حقیقت مسائل فرماندهی هم فرمانده نیروی قدس به فرمانده سپاه گزارش میده و هم به رهبر جمهوری اسلامی در آن واحد، ولی با وجود این هنوز نیروی قدس بخش از سپاه هست و طبیعتاً امریکا مشکلاتی با سپاه رو وسیع داره که اساساً مسئله موشکی ایران و مسئله اتمی ایران هست در درون ایران با سپاه. ولی سوال مهمی که کردین این هست، از این لحاظ مهمه که چرا سلیمانی، چرا نه جعفری اینقدر توجه بهش میشه، چون واقعاً خطر جدی رو، خطر اساسی رو دولت آمریکا از نه از برنامه‌های موشکی و برنامه‌های اتمی ایران می‌بینه، بلکه از برنامه‌های نظامی منطقه‌ای ایران در منطقه می‌بینه. می‌بینه که حرکت نیروهای ایران در منطقه، این همین گروه‌های نیابتی که صحبت کردیم، این تعداد وسیعی که بسیج شدند، کسایی که این همه تعلیم دیدند، کسایی که مسلح هستند، اینها بعد از اینکه جنگ سوریه به پایان برسه که داره به پایان میرسه، بعد از اینکه جنگ عراق به پایان برسه که رسیده، و اگر هم به خصوص در یمن هم به صلح برسن، اینها نیرویی هستن که قابل کنترل شاید دیگه اصلا نباشن، حتی نیروی قدس هم شاید نتونه کنترلشون بکنه با هر چی که بخواد انجام بده، چون شما 200 هزار نفر آدمی دارین که اعتقاد دارن، مؤمنن به اون کاری که میخوان بکنن، مسلحن و تمام این هم سالها تجربه جنگی دارن. برای همین بین سپاه، بین تمام واحدهای سپاه، نیروی قدسه که به ویژه امریکا اونو خطر اساسی برای خودش، برای منطقه و برای تمام متحدینش میدونه، برای اسرائیل، برای دولتهای سنی عرب، نیروی قدسه که تهدید میکنه در حقیقت امنیت اون کشورها رو، اسرائیل رو و دولت‌های سنی عرب رو و همچنین پرسنل و تاسیسات آمریکا در منطقه رو، نیروی قدس که تهدید میکنه. نه اینکه برنامه اتمی برنامه موشکی مهم نیست، ولی اون برنامه ها طول میکشه بخواد نتیجه بده. این مسئله آنی امریکا هست، با این نیرو آنی در خاورمیانه روزمره هر روز روبرو هست. آقای اسکوئی، واقعا آمریکا فکر میکنه که با
اون 200,000 نیروی که صحبت رو میکنین کم یا زیاد، اینها نیروهای معتقدن، چون اشاره فرمودین که نیروهای معتقد، چون ببینین نیروی مزدور نیروی معتقد نیست واقعا، و میدونیم که با پول زیادی که جمهوری اسلامی خرج کرد به نیروهای سپاه قدس، در واقع این پول رو داد و این امکان رو برای خودش فراهم کرد که این نیروها رو بتونه بسیج بکنه، از افغان‌ها، از پاکستانی‌ها، درسته که از مراکز در واقع بنیادگرا و تندروی مذهبی شیعه اونجاها نیرو جمع کرد، ولی اون پول اگر نبود چون این نیروی هم بسیج نمی‌شد. منظورم اینه که آیا راه بستن تأمین مالی این افراد راه پایه‌ای و در واقع کم خطرتر از نظر تنش زدایی از منطقه نبود که بلافاصله تروریست، مثلا البته بلافاصله هم نیست، میدونم که اقدامات شده که تروریست خطاب کردن که اونا هم بیان بگن خب شما هم تروریستین، پس بنابراین حالا صحبت میکنیم که چه پیامده این میتونه داشته باشه. نه، سوال بسیار مهمیه. من فکر میکنم قطع کردن منابع مالی گروه های نیابتی در گروه های نیابتی ایران به هر حال در یکی از مسائل اصلی است که اتفاقا مسئله مرکزی وزارت خزانداری آمریکا است که چگونه منابع مالی رو در اونجا قطع بکنه. مثال آخرین مثالش هم بانک انصاره. دقت بکنید نیروی قدس در حقیقت سپاه، بنیادهای سپاه و بنیادهای وابسته به رهبری، دفتر رهبری، شعبات فراوانی در خارج از کشور دارند که در کارهای متعدد تجاری درگیر هستند، من جمله کارهای بانکی و سازمانهای حمل و نقل. اینها منافعش به نیروی قدس میرسه که نیروی قدس مقدار زیادی از نیازهای در حقیقت دلاری خودش رو از طریق این نوع تأسیسات انجام میده. دولت آمریکا بزرگترین اونها رو که بانک انصار باشه رو هفته پیش در لیست گذاشت و وزارت خزانه داری رو اون مسئله تاکید داره میکنه که بتونه این داستانه مالی رو، منابع مالی این نیروها رو بتونه محدود بکنه. طبیعتا تاثیر میذاره، ولی به این معنی نیست که کسانی که داوطلب میشن برن در سوریه، مثلا اسم افغانا رو بردین، فاطمیون برن در سوریه مبارزه بکنن، اونها فقط به خاطر پوله 3000 نفر کشته میشن از افغانها، فقط افغانها 3000 نفر کشته در سوریه دادن، و بیش از مسئله فقط حقوق گوین که اون هم نکته مهمی براشون هست، ولی بیش از اونه. اون وقت اون قسمت اون گروه های مسلح دیگه مسئله وزارت خزانداری نیست، دیگه مسئله پنگانه. پنگان هست که اونا مسئله وزارت دفاع آمریکاست که اونها واقعا خطر جدی روزمره در مقابلش. در حقیقت سنتکام هست. بله. در حقیقت که همین مرکز فرماندهی آمریکا در منطقه. بله. همین مرکز فرماندهی آمریکا در منطقه و ناوگان پنجم آمریکا در خلیج فارس هست و یک نیروی تروریست به اسم سپاه پاسداران در اطرافش داره پرسه میزنه. تروریسته. چرا نمیزنه؟ اومدن تو لیست تروریستی، همونطور که اول جلسه اول برنامه خودتون گفتین، لزوما معنی درگیری نظامی با تمام کسایی که در اون لیست هستن نیست. از اون 67 سازمانی که در اونجا هستن، درگیری‌های نظامی با برخی از اونها انجام شده، ولی به این معنی نیست که هر کی تو اون لیست باشه از فردا صبح چون تروریسته باید درگیری نظامی بشه، بس که به شرایط مشخص اون زمان داره. مثلا القاعده وارد جنگ شدن باهاش به خاطر حمله 11 سپتامبر به آمریکا، که مجبور کرد آمریکا رو به افغانستان بره که در مقابل القاعده قرار بگیره. با بغدادی وارد جنگ شدن با داعش به خاطر اینکه اعلام خلافتش در سوریه و عراق و تمام تبعاتی که اونجا به وجود اومده، تمام جنایاتی که اونجا انجام داد وارد جنگ شدن. بس این که اگه سوال اینی که اون وقت به خاطر این قرار گرفتن در این فهرست، آیا ما باید آماده در رویاروی نظامی بین نیروهای سنتکام، نیروهای امریکا و سپاهای قدس و نیروهای نیابتی سپاهای قدس در آینده نزدیک باشیم؟ ممکنه، چون تنش خیلی بالاست. به این معنی هم نیست که یک روز همه بلند میشن دوتا حکومت میگن امروز بریم جنگ بکنیم،
یه هر اشتباه کوچیکی که یکی از این نیا کوچیک که به معنی عام کلمه که در اون خود اون میتونه خیلی بزرگ باشه، مثلا یکی از این موشک‌ها به یکی از کشتی‌های آمریکا بخوره، کشتی موشکایی که حوثی‌ها بدون رعایت قوانین بین‌المللی هر روز استفاده می‌کنن و چندین هزار نفر آمریکایی در اون کشتی‌هایی که مثل شهرن این همه توش ملوانای آمریکایی هستن کشته بشن، این بلافاصله برخورد شدید آمریکا رو به دنبالش میاره و اگه در مقابل اون برخورد نیروی قدس و بعد سپاه نیروی مادر بخواد عکس العمل نشون بده، عکس العمل جدیدتر ایران رو به وجود میاره. بدونین که بدونین چه خبر شده، نیروی در سطح منطقه به وجود میاد و به ایران کشیده میشه. پیش از اینکه سپاه تروریست نامیده بشه هم چنین امکان و چنین خطری وجود داشت، کما اینکه چند بار برخوردای کوچیکی شد ولی کنترل شد. پیش از اینم بود. من میخوام ببینم چه فرقی کرده است وضعیت از زمانی که سپاه به اونان تروریست نامیده میشه. عملاً منظورمه، ما میتونیم تا صبح بشینیم صحبت بکنیم درباره اینکه چه پیامدهایی داره از نظر تحلیلی سیاسی فلان. عملاً چه فرقی کرده از زمانی که سپاه تروریست نامیده میشه با قبل از اون، با قبل از دوشنبه پیش؟ سطح اتوریته سنکام خیلی بالاتر میره در برخورد به نیروهای ایران به خاطر اینکه این گروه تروریستیه. تا قبل از دوشنبه از دید سنکام نیروهای قدس و نیروهای سپاه من جمله نیروی دریاییشون در منطقه به عنوان بخشی از ارتش ایران از نیروهای منظم ارتش بهشون برخورد میشه، برای هم رابطه طبیعتاً به اون صورت از دید سنکام دیده میشه. با گذاشتن این نیروها در لیست فهرست گروه تروریستی، اون وقت اتوریتی که فرماندهان سنکام دارن در برخورد به مسائلی که باهاش روبرو میشن به مراتب بیشتر از گذشته هست، چون دیگه با یک ارتش منظم سرکار ندارن بلکه با یک گروه تروریستی سرکار دارن. به این معنی میتونه تنش رو خیلی بالاتر ببره. ببینید، شما 3 سال در افغانستان بودین و القاعده به عنوان یک نیروی تروریست تا حدودی جارو شد از افغانستان، ولی طالبان که حامی القاعده بود در افغانستان بود، هست، قدرت داره هنوز. آمریکا و ایران و جمهوری اسلامی ایران همکاری کردن علیه نمیدونم شاید القاعده شاید طالبان، ولی همکاری داشتن در افغانستان با هم دیگه، هر دو دولت هم میگن. طالبان وقتی که کنار زده شد از قدرت و تضعیف شد، باز امروز میبینیم که هم آمریکا هم جمهوری اسلامی با طالبان مذاکره میکنن، حالا گفتگو میکنن هرچی اسمشو بذاریم. یعنی میتواند نیرویی که در لبه قرار گرفتن فهرست نیروهای تروریستی بود موضوع مذاکره باشه، سر میز بشینیم بگیم که بیایم از نظر سیاسی حل کنیم قضیه رو، مثل حزب الله لبنان که میگفتن آقا تو بیا فقط تو انتخابات لبنان شرکت کن، نیروهای مسلح تو حذف کن. حالا یه همچین اتفاقی در افغانستان وقتی که داره میفته، آیا این امکان ممکن است مثلا در پیوند با سپاه پاسداران هم بیفته؟ سپاه پاسداران نیرویست که از یه طرف، منظورم اینه که بذاری من از اون رو مطرح کنم سوالو، که سپاه پاسداران میتونه نزدیکتر بشه به طالبان در این مذاکرات و پشت طالبان قایم بشه، در واقع در مقابله با آمریکا میتونه تشدید بکنه تنش‌ها رو و از پشت میز مذاکره با آمریکا طالبان رو بکشه کنار. چرا؟ چون بارها و بارها مقامات افغان چه نظامی چه سیاسی اومدن با سند و مدرک نشون دادن که جمهوری اسلامی کمک نظامی و مالی به طالبان میکنه. خب این مثلث میتونه در همین شرایط فعلی که هستیم از بین بره با فشار جمهوری اسلامی به طالبان که آقا شما مگه نمیخواین آمریکایی‌ها برن بیرون از افغانستان؟ من نمیخوام دولتی که حامیش آمریکاست از بین بره و شما دوباره بیاین سر کار. خیلی خب، این پولی، این اسلحه، این فلان بهمان، این کاری که کرده ام تا حالا. افغانستان واقعا به یک معمای پیچیده‌ای برای آمریکا تبدیل شده. حرکت 11 سپتامبر که القاعده کرد برای زدن پنتاگون و برای زدن ساختمان‌ها تو نیویورک، امریکا طبیعی بود که بره دنبال القاعده. به نظر من میاد که وقتی که القاعده اساساً فرار کرد از خاک افغانستان
و طالبان هم گفتن که دیگه حمایت از اونا نمی کنن، موقعش بود که اعلام پیروزی میکرد از افغانستان، همون روز میومد بیرون. احتیاجی به زدن طالبان نبود، چون اون جنگ جنگ ضد طالبان نبود، اون جنگ ضد القاعده بود. شما نمیتونید یه جنگ رو علیه القاعده شروع بکنید به علیه طالبان تموم بکنید. از اول با اشتباه استراتژی افغانستان جلو رفت. تو اون 3 سال من شاهدش بودم که چطور این جنگ محدودی که اون زمان شد نمیتونست طالبان رو از بین ببره، شاید القاعده رو میتونست از بین ببره، چون طالبان پایه بسیار گسترده و وسیعی به خصوص در مناطق پشتون زبون افغانستان دارن. نکته ای که گفتین خب طبیعیه که آمریکا میخواد این مذاکرات انجام بشه، حتی در سطح حتی برای ایران. بالاخره آخر خط استراتژی دولت آمریکا این نیست که وارد جنگ بخواد با ایران بشه. فکر میکنه با این فشارهای ماکسیمومی که در ایران میذاره، با این فشارهای حداکثری، دولت ایران رو بکشونه پای میز مذاکره که این بار نه فقط با مسائل اتمی بلکه با مسائل منطقی و موشکی هم بتونن به توافق با هم برسن. و در حقیقت هم کاخ سفید اینو گفته، هم وزارت خارجه اینو میگه، بارها تکرار کردن که هدف اینه، هنوزم هدف اینه، امید همه اینه که دو طرف بتونن بالاخره پای میز مذاکره بیان و این مشکلات حل بکنن. ولی این نکته که داریم میگین نکته کاملا درسته که نیروی قدس همیشه تو این چند سال، به خصوص تو این 8 سالی که از عرب بهار عربی شروع شد، همیشه میبینه کجا شلوغ میشه، کجا به هم خورده است، بتونه پشت اون نیروهایی که اونجا هستن فعالیت بکنه و خودش رو اونطوری که بحران سازی بکنه. بله. و این کار میتونه این کار رو در افغانستان هم به راحتی انجام بده، به خصوص که غرب افغانستان برخلاف مناطق پشتون نشین، غرب افغانستان اساسا زبونشون، فرهنگشون، مذهبشون، همه چی با ایرانی ها یکی هست. خب اینا خیلی نزدیک میتونن رفت آمد در اونجا بکنن، یعنی احتمال گسترش تنش ها مجددا در افغانستان هم میتونه بره خیلی زیاد. در گذشته رفته، مثلا در سال مثلا 3 سال پیش بود که طالبان اومدن یکی از ایالت‌های غربی افغانستان رو گرفتن، والی رو بیرون کردن، حکومت در دست گرفتن، ایالت فرح و طوری که دولت افغانستان مجبور از آمریکا بخواد که بمباران بکنه اونها رو که اون وقت خرش افغانستان بتونه اینا رو بزنه. وقتی که بمباران تموم شد، تو اجسادی که پیدا شد در اونجا جسد 3 افسر نیروی قدس بود که با طالبان همکاری میکردن. یعنی خیلی وسیع رهبر طالبان وقتی که از ایران برمیگشت در مرز روی پاکستان، در مرز بلوچستان ایران، به وسیله درون آمریکایی کشته شد. بر همین ببینین القاعده اما خطرناکتره، یعنی در کنار القاعده قرار دادن سپاه پاسداران به این معنا که القاعده همونطور که شما اشاره فرمودین در 11 سپتامبر، عملیات 11 سپتامبر در واقع آغاز جنگ با تروریسم و کلید زد اون اقدام. و میدونیم که دست کم اینو میدونیم که عده‌ای از اعضای خانواده بن لادن در ایران زندگی کردن، حتی دخترش که علنی شد این قضیه، 2 نفر می‌خواستن ببرنش، من نمی‌دونم آرایشگاه کجا می‌خواستن ببرنش، که این فرار می‌کنه میره سفارت فلان کشور و اونجا بود که قضیه علنی شد. یعنی چی؟ یعنی پناه دادن افراد مهم القاعده، در پناه گرفتن افراد مهم القاعده در ایران زیر پوشش جمهوری اسلامی ایران. اینکه جمهوری اسلامی یکی دو بارم اعلام شده یکی دو تا از افراد یا فرمانده‌های القاعده رو اخراج کرده، باز به درگیری‌های خودشون مربوط میشه که بحث مفصلی است، درگیری‌ها یا همکاری‌ها و درگیری‌های جمهوری اسلامی و داعش از طرفی و جمهوری اسلامی و القاعده از طرفی، اینا همیشه بوده است. اما این جور کنار هم قرار دادن القاعده و سپاه پاسداران، باز همون سوال اول من میخوام بکنم، باز در واقع جنگ با تروریسم سیبل رو نمیکنه سپاه پاسداران، و اگر میکنه هر محاسبه ای در کار باشه. ببینین اگر دولت ترامپ برخورد به عنوان یک تروریست با سپاه پاسداران نکنه، میتونه در افکار عمومی مورد پرسش قرار بگیره، آقا گفتی تروریستن پس چرا و کنار القاعده قرار دادی اینا رو و چرا نمیگیرن اینا رو اصلا مثلا تو عراق یا فلان جا؟ اینا شما قاسم سلیمانی رو در کنار ابوبکر بغدادی قرار دادی، برای ابوبکر بغدادی میلیون ها دلار جایزه گذاشتی که زنده مردهشو پیدا کنن،
خب شما میگین اینا به اندازه هم خطرناکن و رهبر یک سازمان تروریستین، میگید با القاعده هم یکی ان اینا. اگر نتونه دولت ترامپ برخورد بکنه، یعنی من از دید در واقع خارج از دور نگاه میکنم افکار عمومی چجوری میتونه نگاه کنه، میگن آقا چرا برخورد نمیکنی؟ میدونین مورد سواله. خواهش یه نکته اول این که به هر حال متاسفانه سپاه به خاطر ایدئولوژی خیلی شدید ضد آمریکایی که داره حاضر با هر کسی همکاری بکنه، به هر کسی کمک مالی برسونه، به هر کسی کمک نظامی برسونه، به شرط که اون کس خون امریکایی‌ها رو بتونه بریزه یا امریکایی‌ها رو در یه منطقه ضعیف بکنه، کاری که با هم القاعده کرده هم با طالبان کرده در افغانستان. و متاسفانه خب این یه استراتژی خوبی نیست، چون که شما در حقیقت با دنبال کردن چنین استراتژی اون وقت میکشونه شما رو با همکاری با کسایی که اصلا قاعدتا نباید باهاشون همکاری میکردین، ولی میکنه و کمک میکنه به این که امروز اسمش در لیست تروریستی هم قرار بگیره. اعتراض میشه که ارتش رو نباید در لیست تروریستی گذاشت. ارتش‌های منظم آمریکا، ارتش‌های منظم دنیا نمیرن القاعده و با طالبان کمک بکنن، اسلحه بدن، ترینشون بکنن. این همچین ارتشی نیست. حتی ارتش جمهوری اسلامی ایران این کارو نمیکنه، بر همین ارتش جمهوری اسلامی ایران در لیست در فهرست تروریست قرار نگرفته. بنابراین سوال اینجا باید کرد که شما چه کارا دارین میکنین که در اینجا قرار میگیرین. ولی نکته‌ای که گفتین خیلی مهمه. حالا که این دو بغل هم گذاشته شدند یا گذاشته خواهند شد، چون بعد یک هفته طول میکشه که بعد از اعلام تا دوشنبه طول میکشه که لحاظ قانونی که سنا و مجلس اعتراضی نکنه به این کار. از روز دوشنبه که این کار انجام میشه میره به عمل. مسلم بدونین که مگر اینکه در شرایط خیلی خاص کنترل شده ای سفرهای سلیمانی کمتر خواهد شد یا مورد کنترل بیشتری قرار خواهد گرفت و هر نوع درگیری میتونه وسیع‌تر جلو بره، تبعات بالاتری داشته باشه. درگیری‌های نظامی، رودرویای نظامی با ماکسیمم شروع نمیشن، همیشه با مینیمم شروع میشن و به گرد همینطور جلو میرن، جلو میرن، جلو میرن تا ببینن طرف مقابل کی دیگه کنار میاد تا بالاخره به یک جنگ تمام عیار انجام بشه. ولی همون درگیری‌های ابتدایی هم حالا خیلی همونطوری گفتم اتوریته فرماندهان سنکام در منطقه بسیار بالاتره که چگونه بهشون برخورد بکنن، کیا رو دستگیر بکنن، کیا رو نکنن اگه دستشون برسه. و خب این تنش رو خیلی خیلی متاسفانه بالا میبره، روزهای بسیار پرتنشیه. مقدمتا درباره عراق مثلا میشود گفت که دولت عراق گویا اعلام کرده است که موافق آمریکا نیست که سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی باشه. خب این آیا به این معنی نیست که همکاری ممکنه نکنه با سنتکام در مثلا برخورد با نیروهای سپاه به عنوان تروریست؟ فکر نمی‌کنم. عراق همواره این مواضع مشابه رو گرفته در تمام دوره، در تمام سه دوره نخست‌وزیری‌های مختلف بعد از صدام. ولی واقعیتش اینه که در ضمن عراق نیاز به آمریکا داره، به ویژه لحاظ نظامی، لحاظ تسلیحات نظامی، لحاظ تعلیمات نظامی و اینها. فکر میکنم عراق به جایی رسیده که مدتی داره این عملو میکنه که این دو راهو از هم جدا میکنه، میگه دوستی من با ایران به معنی دشمنی من با آمریکا نیست، که برای یک کشور مثل عراق خیلی هم منطقیه که به همچین نتیجه‌ای برسه، چون واقعا عراق نمیخواد به خاطر دوستی با آمریکا، از اون وری هم نمیخواد به خاطر دوستی با آمریکا رابطه خودشو با ایران برای چی باید به هم بزنه. ایران کشور همسایه‌شه و روابط تجاری بسیار بالا با ایران داره. جنوب عراق لحاظ فرهنگی خیلی نزدیک به غرب ایران هستن مردمش، تاریخچه سالها اشتراکی داره، جنگ به کنار، سالها تاریخچه های مشترک با هم دارن. طبیعی است که عراق بخواد اینو ادامه بده، ولی این به این معنی نیست که در مقابل آمریکا قرار بگیره. نکته ای که ولی من فکر میکنم اتفاق داره میفته اینه که بانک ها و شرکت های عراقی نخوان با ایران کار بکنن، حتی اگه دولت عراق بخواد، یعنی مثل اروپا داره میشه. و اون اعلانی هم که کرده دولت، حالا وزیر خارجه فکر میکنم، وزیر خارجه عراق که گفته است ما موافق آمریکا نیستیم در تروریست نامیدن سپاه پاسداران، شما با توضیحاتتون من دریافتم این است که عراق موضع گیری میکنه ولی عملا با آمریکا همکاری میکنه. با آمریکا هم همکاری میکنه، با ایران هم همکاری میکنه. همکاریشو با آمریکا وسیعا ادامه خواهد داد. اصلا
ببینین فرض کنیم، من سریع‌تر بگم، فرض کنیم آقای قاسم سلیمانی در مذاکره امروز با مثلا یک مقام عراقی قرار داره بشینه صحبت بکنه. عراق میگه آقا جون ما قبول نداریم که شما تروریستین. آمریکا میگه تروریستن. عراق چه عملی انجام میده اینجا؟ من فکر میکنم اگر همچین اتفاقی همچین جلسه‌ای بخواد در روزهای آتی انجام بشه، عراق از قبل کوردینه میکنه با آمریکا. به این معنی که هماهنگ میکنه با آمریکا، چون که آمریکا به هر حال دولت عراق رو به عنوان دولت مستقل به رسمیت میشناسه و اگه این دولت مستقل میخواد از سلیمانی دعوت بکنه که بغداد با مثلا نخست وزیرش و وزیر دفاعش جلسه بذاره، به شرطی هماهنگ شده باشه که دست در نره این داستان، هماهنگ شده باشه، فکر نمیکنم آمریکا بخواد اقدامی بکنه، چون رسمیت میشناسه دولت عراق. آقای اسکو، یه نکته بسیار مهمی در کتابتون هست که سلیپر سلز یا بگیم سلول ها یا گروه های مخفی تروریستی در واقع نوشته اید که این سلول های مخفی که سلول های مخفی تروریستی سپاه پاسداران یا نیروی قدس هرچی، اینها حتی اگر جمهوری اسلامی ایران هم وجود نداشته باشه، یعنی بعد از رفتن این حکومت هم اینها فعال خواهند بود. چرا و چگونه؟ خواهش می‌کنم توضیح بدین. فکر کنم نکته اساسی کتابم رو شما دست گذاشتین روش. منظور من از گفتن این صحبت این بود که اولا یکم نشون بده که چه تشکیلات گسترده‌ای نیروی قدس در خارج از ایران داره، و دوم نشون بده که اصلا طوری سازماندهی شده تشکیلات نیروی قدس در خارج در منطقه که حتی اگر به هر دلیلی جمهوری اسلامی سقوط بکنه در تهران، این نیرو میتونه به کارش ادامه بده. منظور من این نیست که این نیرو میخواد جمهوری اسلامی سقوط بکنه، مسلما نه، ولی منظور اینه که در یک شرایطی که به هر دلیلی که اتفاق بیفته، این نیرو میتونه مستقلانه در خارج شرکت بکنه. به یکم این که به دلایل نیروهای نیابتی که داره، نیروهای نیابتیش دو نوع هستند. مثلا نیروهای نیابتی عراقیش بخششون الان رفتن بخشی از تشکیلات عراق شدند، در نیروهای مسلح عراق بخشی از اونها شرکت دارن میکنن برای اینکه بتونن از امکانات مالی عراق شکر، ولی پاره ای از اون نیروهاشون مخفی هستن در عراق، بخشی از اون داستان نیستن، در عراق میمونن اونها. و شما اسلیپر سل ها رو همون مخفی ها رو میگید، نه اون بخشی که وارد عراق شده. بله پاره از اون هم. بعد همونطور که گفتم این اسلیپر سل ها به هم وصلن، نه فقط الهاز ایدولوژیک که هست، الهاز سازمانی هم با هم ارتباط دارن. مثلا نزدیکی حزب الله و نزدیکی حوتی ها خیلی علنی شده در این یکی دو سال اخیر. حزب الله لبنان و حوتی های یمن خیلی علنی شده. فقط این اون وقت اینها مالی هم هستن، یعنی درسته که پول از ایران ممکنه قطع بشه، ولی به هر حال درآمدهای دلاری فقط اون نیست، بانک دارن، شرکت دارن، و بعدم یک شبکه گسترده ای از حامیان به وجود اومده در خارج، فقط منطقه نه، در کل دنیا، حامیان جمهوری اسلامی و حامیان نیروی قدس که به یه شبکه گسترده تبلیغاتی، رسانه‌ای، افراد گوناگون درش درگیر هستند که دفاع بکنن از نیروی قدس. با افتادن رژیم در ایران اینها کماکان این کار رو ادامه خواهند داد، بنابراین و بعدم تسلیحات خودش رو جایگذاری کرده در تمام کشورهای منطقه، برای همین با تمام این چیزا داشتن، نیروهای نیابتی رو داشتن، جنگجوهای شیعه ملیتانتی که بهش گزارش میدن، امکانات مالی رو داشتن، امکانات از تسلیحاتی رو داشتن و یک شبکه وسیع افراد غیر مسلح حمایتشون بکنه، حتی اگه ایران نباشه، این تشکیلات، منظورم جمهوری اسلامی نباشه، این تشکیلات میتونه سالهای سال بلکه دهه ها به کار خودش ادامه بده که چه نتیجه ای بگیره. بزرگترین نیروی تروریستی منطقه میشه، در تاریخ منطقه دیده نشد، یعنی به مراتب بالاتر از القاعده، بالاتر از داعش. تعلیماتی که این افراد این نیرو اینا دیدن، بعضی هاشون 7 یا 8 سفر به ایران کردن برای تعلیمات در کمپ های در پایگاه های متفاوت ایران، بسیار بسیار وسیعه. در حقیقت وقت نکته منفی هم برای نیروی قدس تبدیل میشه، چون اومدیم و در غیاب جنگ
خب این نیروها، اینها میخوان بجنگن، نیروهای جنگجوان. در غیاب جنگ نیروی قدس میخواد این نیروها رو چیکار بکنه؟ من جمله نیروهای مخفی شد میخواد چیکار بکنه؟ اگر نتونی اینها رو مشغول بکنه، اینها جوانایی هستن که اهل جنگن، سالها تو سوریه جنگیدن، تو عراق جنگیدن، اومدن نمیتونن ساکت بشینن. خطری که وقتی نیروی قدس داره تهدید میکنه این که نیروهای ببرن، نیروهای از درون این افرادی، گروهایی ببرن مستقلانه نیروهای تروریستی خودشون درست بکنن، همونطوری که القاعده ها و داعش ها از هم دیگه بریدن، برای گروهای مختلف وجود آوردن که خطر، که اون وقت خطر خیلی جدی برای نیروی قدس هم اون هست که وقتی اینا بخوان مستقیم علیه آمریکا کار بکنن یا علیه اسرائیل کار بکنن و نیروی قدس در یک موقعیت بسیار نامطلوبی قرار بده. یعنی تصویری که شما میبینین بعد از جمهوری اسلامی این است که یک شبکه تروریستی تحت سیطره یا فرماندهی همین سپاه پاسداران نیروی قدس بعد از جمهوری اسلامی حتی در خارج از مرزهای ایران همین هایی که وجود دارن اینا ارتباطاتشون تقویت میشه و دست به عملیاتی هم میزنن. این شبکه میمونه، لزوما وسعتش به وسعت کنونی نیست، وسعت کوچکتری رو پیدا میکنه و متفرق اون در آینده با این که اولا این شبکه میتونه کوچکتر بشه ابعادش، ولی به همون جدی و به همون خطرش به همون جدی باقی بمونه، و دوم اینکه طرف یک حکومت مستقیم حمایت نمیشه که الان داره میشه و بعد دنبال مراکز دیگری میگرده که بیشتر کارهای تروریستی رو وقت باید بکنن. بله، در گوشه ای از کشور دیگری ممکنه مقری داشته باشن، همونطور که میفرمایید مثل القاعده یا داعش و اینها که در واقع مادر اصلیشون رو از دست دادن، ولی خب میتونن تا سالها این خطر رو دهها میتونن ادامه بدن با امکاناتی که به وجود آورد. بسیار بسیار سپاسگزارم آقای نادر اسکویی. خیلی ممنون از شما، سالهای بسیار عالی بود. خیلی ممنونم ازتون، محبت کردین. آقای نادر اسکویی عضو شورای آتلانتیک در آمریکا و نویسنده کتاب ارزشمند تنش فزاینده سپاه پاسداران یا افزایش تنش سپاه پاسداران. کجا بریم؟ بریم پرده آخر. آتش برزخ چند درجه است؟ آتش برزخ ما درجه شو نمیدونیم، اما پیغمبر میفرماید اگر کسی رو از آتش اون طرف درش بیارن بذارنش رو کوهی که کلش آتش شده، از استراحت خوابش میبرم. آقای اسکویی ممنونم ازتون، از شما ممنونم. شبتون بخیر، شب روزگار خوش، شب بخیر.